دومین اجلاس اتاق‌های بازرگانی آسیا، میزبان رؤسای اتاق‌های 22 کشور و البته فعالین اقتصادی کشورهای مختلف و صد البته ایران عزیزمون هست. گفتگویی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر حسین میر محمد صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران که در این برنامه در دومین اجلاس اتاق بازرگانی آسیا شرکت داشتند. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر، بسیار متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید. سلام علیکم، خدمت بینندگان عزیز هم عرض سلام دارم. آقا درود بر شما. من اولین سوالم راجع به خود ACD هست. نظرتون راجع به اول از همه ACD و یه همچین برنامه‌های اجلاس‌هایی که اتاق‌های بازرگانی در واقع عضو ACD برگزار می‌کنن چیست؟ چه کمکی می‌تونه بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب این مجموعه‌ای که تحت عنوان ACD مطرحه، بله، یعنی هم گفتمان همکاری آسیایی، اهمیتش به ویژه از این جهتی که خب مجموعه این 35 کشوری که عضو این مجموعه هستند، اینها بیش از مثلا 50% از جمعیت جهان را، شاید بیش از حتی 60% رو تشکیل میدن و نقش عمده ای هم در اقتصاد دنیا دارن. بنابراین این مجموعه اگر با هم همکاری بکنن و گفتمان داشته باشن که به هر حال شأن تشکیل این مجموعه هم هست، طبعا میتونه برای اقتصاد همه این کشورها بسیار مهم باشه، به ویژه از آن رو که به هر حال با توجه به شرایط تحریمی و مشکلاتی که معمولا با کشورهای غربی دولت جمهوری اسلامی ایران پیدا میکنه و خیلی شاید همکاری مورد علاقه شون نباشه که همکاری بکنن، بهترین راه روی کرده به خود منطقه خودمونه، منطقه خاورمیانه، کشورهای اسلامی و همینطور کشورهای آسیایی. بنابراین به نظر من این مجموعه بسیار میتونه مهم باشه. حالا ما الان در ابتدای راهیم، در سال 2021 در ترکیه به شکل مجازی اولین کنفرانس برگزار شد، الان در شهر اصفهان در واقع دومین اجلاس و کنفرانس به شکل حضوری برگزار میشه. اگر جلو بره و در کشورهای مختلف برگزار بشه، به نظر من این یک راه بسیار خوبی است، به خاطر اینکه ما بتونیم کمک بکنیم به اقتصاد کشورمون. به ویژه مسئله مهم باز اینه که در پرتو همون بحث‌های تحریمی و اینها، خب دولت‌ها موانع زیادی دارن. اینجا ما باید بخش خصوصی رو تقویت بکنیم. بله. بنابراین دخالت اتاق‌های بازرگانی به عنوان نمایندگان فعالان اقتصادی به نظر من باز میتونه کمک بکنه در جهت اینکه در مسائل اقتصادی به هر حال کشور ما بتوانه موانع رو رفع بکنه. بنابراین هم از جهت اینکه این مجموعه کشورهای آسیایی است و طبعا مسائل و مشکلاتشون بیشباهت به هم نیست، و هم از جهت دخالت بخش خصوصی به نظر من این اقدام رو باید اقدام مبارکی دانست و امیدوار بود که بتونه در جهت اطلاع یه اقتصاد کشور و رفع موانع و مشکلات کشور مفید باشه. انشاءالله. خب این اجلاس در شهر اصفهان برگزار شد و اصفهان میزبان سران 22 کشوری که شرکت داشتن هست. به نظر شما که نقش میزبانی رو چگونه ایفا کرد؟ خوب بود؟ شایسته بود؟ به نظرم بسیار خوب بود، بله، مخصوصا در این فصل، بالاخره به ماه اردیبهشت، بالاخره اصفهان زیبایی های خاص خودش رو داره، زاینده‌رود هم که فعلا پر آب شده. به نظرم این میزبانی که اتاق اصفهان انجام داده میزبانی خوبی بوده و مورد رضایت شرکت کنندگان بوده. بنابراین به نظرم هم فصلش هم شهرش هم انتخاب خوبی بوده، ضمن اینکه ما معمولا در اصفهان تجار خیلی معروفی داشتیم در طول تاریخ فعالیت بخش خصوصی و الان هم خوب صنایع مختلفی به هر حال در اصفهان هست. بنابراین مجموعاً به نظرم انتخاب درستی بوده و خوبم تونستن میزبانی بکنن. انشالله که بتونه روز به روز پیشرفت بکنه این مسئله و تعداد بیشتری شرکت کننده رو ما در این کنفرانس های سال آینده بتوانیم ببینیم. انشالله. و سال آخر راجع به میزان مشارکت هست. مشارکت چه ایرانی ها و چه خارجی ها اعضای اتاق بازرگانی رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من به نظرم به نسبه خوب بوده، البته عرض کردم چون این تقریبا اولین کنفرانس، درسته که در ترکیه هم در 2021 بود اما اون مجازی بود، اولین کنفرانس حضوری است. تا اینکه این مجموعه بیاد شناخته بشه و شرکت ها کشورهای مختلف به این نتیجه برسن که واقعا از در این قالب میتونن همکاری های اقتصادی مثمر ثمری داشته باشن، بعد چند سال بیشتر بگذره. مجموعا به هر حال اینا 35 تا عضو این مجموعه داره، خب 20 چند تاشون شرکت کردن، از میان فعالان اقتصادی هم خوب بودن و رؤسای اتاقهای مختلف شرکت کردن. در کنار اینجا بحث صادرات، مثلا نمایشگاه پتانسیل ها و استعدادهای صادراتی اصفهان برگزار شده. بنابراین اینکه تقریبا دفعه اولی به نظرم استقبال خوب بوده، ولی قطعا بایستی در آینده هم از جهت وقتی شناخته تر بشه این مجموعه، هم از جهت خود فعالان اقتصادی در ایران، هم از جهت کشورهای خارجی، ما شاهد رشد شرکت هم خواهیم بود انشاءالله. بسیار عالی، سپاسگزارم که زمان گذاشتید دعوت ما رو قبول کردید. با آرزوی ایران سرفراز. خیلی ممنونم، موفق باشید انشاءالله. درود بر شما. به همچنین.